شما که هنوز ایستادی؟ خودتو به من چی کنم؟ شما بگو من چی کار کنم؟ یه مویز و 40 تا قلنده، همین این قطار و این همه رزمنده که باید برن خط، این قطار هم تازه زخمی آورده داره خالی برمیگرده. گفتیم بچه ها رو ببره، به منم دستور دادن بلیط فقط با امریه و سلام. شما آقا من فقط یه نفرم، میخوای با میسم داخل راه رو باش. هر چی من میگم نره، تو میگی بدوش، میگم دست من نیست. تازه پل بین راهو زدن، این قطارم تا وسط راه میبردشون. برو این سوله پایین با مسئولین سپاه، ارتش، بسیج، هر چقدر میخوای صحبت کن. اگه گفتم بلیط بده منکرت هم هستن، غیر این تا شبم اینجا وایستی دیگه باهات حرف نمیزنم. برو به سلامت. شما با شما مادر هسته شدی پسرم؟ نه آخه نمیبینی مادر چه آدمایی به پستمون میخوره. نیم ساعته دارم براش توضیح میدم، بازم میگه یه نفرم نمیشه تو راه رو وایستم. مردم گرفتارن، محتاج نباشن که اصرار میکنن پسرم. حق با شماست، ولی به خدا ما هم خسته میشیم. روزی 30 تا مشتری اینجوری به پستمون میخوره. ما آدمی آهن که نیستیم. دو ساعت قبل یه قطار مجروع بردن، رفتم دیدم حالم خیلی بد شد. همشون جوون بودن، اشاره خانواده هاشون. حالا شما امرتون رو بفرمایید. اگه فوشم نمیدی منم بلیط میخوام. امری هم ندارم، از شمال اومدم، میخوام برم جبه. اینجا هم هیچ کسو ندارم، اگرم به هم بلیط ندی همینجا روی صندلی ها تا صبح میخوام. به قول خودت بسل. خب آقا محمود، میشه بپرسم الان چه احساسی داری؟ من خوشحالم دیگه، یعنی هر کسی روز عروسیش خوشحاله، مخصوصا با کسی که خیلی خیلی دوستش داره. البته روژا خانم رو نمیدونم، ولی من خیلی خوشحالم. روژا تون تو چی؟ میشنوی حسین جان، روژا هم رفت، من دیگه تنهای تنها شدم. آخه قلمونه و شکل واحد برم، این جنگ چی داشت که همه ما برات عزیزتر بود؟
خب مادر چی داشت؟ چی داشت مادر؟ خیلی خوب، حالا دستای همدیگر رو بگیرین، یه چند تا عکس دو نفره ازتون بگیرین. بگیر کن افسان این مسخره بازی رو باشه بس بعد از وقت. من خیلی نگرانم. نگران چی؟ عاقد؟ نگران نباش، حجت پیغام داد گفت عاقده یه اخونه دیگه هم داشته تا نیم ساعت دیگه میرسه. بابا عاقد کیه؟ نگران خالان، دیر کرده. نگرانی نداره، حتما سر زاغه هر جا باشه پیداش میشه دیگه. تو ده زن پا به ماه نداریم. ای بابا خاله الان پیداش میشه، نگران نباشین دیگه. بابا بخندین، عروسیتون ناسلامتی. بخندین. آره دیگه بخند. الو سلام خانم، منزل آقای اعظمیان. ببخشید مزاحم شدم، من حجت حسنی هستم از شمال زنگ میزنم. دیشب داشتم رادیو را گوش میکردم، پسرتون آقا رضا خبر سلامتیشونو دادن با شماره تلفنتونو. بله گفتم خبر بده خود. خواهش میکنم خانم، وظیفه‌مون این حرفا چیه؟ خدا نگهدارتون، خوش باشید. افسان جان وقت کردی یه فیلم از این غذای ما بگیر. چشم. شما به عنوان پدر مادر داماد الان چه احساسی دارید؟ خیلی احساس خوشحالی میکنم، مثل همه پدر مادرها دوست داشتم پسر من تو لباس دامادی ببینن. اینا کجا دارن میرن خانم؟ کجا بچه ها؟ این ننه حسین ببینم. یکی رو میپسم دنبالش، شما چرا میرین؟ آقد داره میاد. بگه حالا خود رو جا میخواد ببینم. ببخشید زود برمیدم. ای خدا، آخه این عشق و عشق پسرمانو بیچاره میکنه. ای افسانه جان دیگه از این چیزا فیلم برداری نکن دیگه دخترم. مرد حسابی تو که سه ما صبر کردی، خب یه روز امروز الان وقت اومدن بود. آقا جان من از کجا میدونستم عروسی خواهرته؟ خانواده‌اش یه دهایی ریختن تو اداره، اگه نمی آوردمشون پدرم رو در می آوردن. خاله به روی حسین قسم، اگه قلبا راضی نباشی همین الان لباسم رو عوض میکنم تا آخر اون پیشت میمونم. معلومه راضیم، محمودم این پسر خودم، این حسینم، این دوتا با هم همشیر بودن، من چرا نباید راضی باشم؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ چرا مجلس رو ول کردین؟ عاقد اومده؟ نه هنوز، ولی خب میاد. بچه ها فکر کردن که من عروسی خواهرزادم نمیرن، تفلک آمده بودن دنبال من. سلام علیکم. به آقا مجید، عروسی هم با لباس فرم میای؟ یا خدای نکرده باز خبر شهادت کسی رو بردی؟ نه همین جوری اومدم، به خدا اگه میدرستم عروسیه. راستش این دفعه اومدم یه خبر رو پس بگیرم. دلنده والا خاله، به هر حال تو جنگ خب هر چیزی ممکنه پیش بیاد دیگه. بگو دیگه. چرا حرفتون رو نمیزنی؟ راستش یه نفر که اسم پدر و تاریخ تولد و شماره شناسنامهش با حسین آقا گشی بوده شهید شد. اینا کیه؟ خانواده این شهیده. چی؟ منظور چیه؟ یعنی حسین زنده است؟ نه معلوم نیست، ولی فعلا این شهیدی که این زیر خوابیده حسین آقای ما نیست. الحمدلله این دفعه خطر رفع شده، این دو دفعه، ولی دفعه سوم خطرناکه ها. شما بهتره دوربرش رو کمی خلوت بکنید تا استراحت بکنید. خب با اجازتون. خیلی زحمت کشیدین. دست شما درد نکنه. با اجازتون. من مراقب چکیم. بچه‌ها شما بمونید، من باهاتون کار دارم. افسر جان پس شما زحمت کشید. مراقبش باشید. چشم. خیلی ممنون آقای. خیلی اصلا متوجه نمیشم برای چی باید این سایه پسرخاله
همش بالا سر ما باشه. چی نمیفهمم. کدوم سایه؟ مگه دست خودشه؟ باز داری طرفداری میکنی. این کارا رو میکنی من یاد بچگی میفتم. یه ذره حالم بد میشه. موقع من میشه همینجوری بودی. اونو بیشتر از من دوست داشتی. حسودی که میکنی مثل بچه ها میشی. من هیچ وقت حسین رو بیشتر از تو دوست نداشتم. جور دیگه دوست داشتم. هر زنی یه مرد تو زندگیش جور دیگه دوست داره. تا بود اون مرد حسین بود. بعدم که رفت کم کم تو جاشو گرفتی. الان تا ندونیم چی سر حسین اومده هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اگه حسین زنده بود، اسیر بود، یه خدایی نکرده معلول بود، چیش ما دیگه برگشت چی؟ فکر میکنیم بازم میتونیم تو اینجا زندگی کنیم؟ خب اونم مجبوره با واقعیت کنار بیاد. همون کاری که من کردم. اگه من چیکار کردم بعد از اینکه تو گفتی فقط اون رفتم خدمت. بعد فرزن منتظر شدیم 6 ماه 1 سال. نعیمت چی؟ تکلیف چیه؟ منتظر نمیمونی. مرخصی میگیرم از مدرسه میگردیم دنبالش. دنبالش بگردیم؟ شما نگران نباشین ننه حسین. من حجت از 3 ماه پیش این خبر شنیدیم اقدام کردیم. 3 ماه شما خبر داریم به من نگفتیم. خب میخواستیم مطمئن بشیم. در ثانی دنبال خانواده این شهیدم میگشتیم. آدرسشون عوض شده بود. تو این مدت هم ما بیکار نبودیم. عکس و مشخصات حسین آقا رو به هر جایی که فکرش رو بکنیم دادیم. انشالله بچه‌های صلیب سرخ و هلال احمر پیداش میکنن. شما همون یه شهید آوردن تو واسه 7 پشتمون بسته. صلیب سرخ چیه؟ عکس کدومه؟ من پسرم رو میخوام. بردینش تیکه زغال واسه من آوردین گفتی شهید شده. 2 ساله به اون سنگ قبرش عادت کردم. حالا میگین زنده است. خب بیارینش دیگه. دلم واسه بچه‌م تنگ شده. میخوام ببینمش. مامان ما باید به یقین برسیم. باید مطمئن بشیم که حسین شهید شده یا زنده است. همین رو میخوای بگی دیگه. اگه زنده باشه چی؟ نمیدونم. به هر حال من زن عقلیشم. بودی. اعصابم رو خورد میکنی. ببین تو فقط 1 هفته زنش بودی. بعدش هم که گذاشت رفت. پیداش هم نشد. در ضمن مگه اسمش تو شناسنامه خط نخورده؟ ای زن عقلی. شناسنامه هم چرا؟ بس هنوز دوستش داری. اگه قطع نخواه یا معلول باشه چی؟ بازم همینه میگی؟ من نمیدونم. اما تو رو خدا اذیت نکن. من نمیدونم که اصلا اگه زنده باشه باید چی کار کنم. نمیدونم اصلا اگه معلول باشه باید چی کار کنم. باشه. یکاش هیچ کدومتون رو ندیده بودم. اصلا خودم میرم میگردم دنبالش. کجا؟ اگه این بارم از دستت بدم حالم خیلی بد میشه. امیدوارم ناراحت نشی. حسین برادر شیری منم هست. ولی دعا میکنم زنده نباشه. انشالله که زنده است. ولی خب این خبری که ما آوردیم فقط معنیش اینه که مفقود الاثر همین. مفقود الاثر یعنی چی؟ یعنی گم شده؟ یعنی شهید؟ حجت من یک مادرم. یک کلمه حرف که برام پسر نمیشه. 20 سال دست تنها بدون پدر این بچه رو مثل شاخ شمشاد بزرگ کردم دادم دست شما. بردی که تیکه حلالی بسم آوردی. حالا میگیم بشین که روزی روزگاری یه وقتی شاید صلیب سرخ خبری ازش برام بیاره. اگر نمیاد من خودم میرم. شما جنوبی هستی؟ نه من امدادگرم. پس داریم میرین جبهه. خود جبهه که نه در واقع پشت جبهه. شما به امدادگری؟ من فعلا با این شکم هم امداد شوندم. لمشک میخوری؟ نه ممنونم. ولی عجب دل و جرأتی داریم با این سر صدای توپ و تفنگ. کنم با این حالتون دیگه چیکار کنم؟ شوهرم اونجاست. نمیتونم که تنهاش بذارم. این تفلک رو بسی چی داری میبری؟ پدر مادرش پارسال تو جنگ شهید شدن. بغیر از من پیشه کس نمیمونه. فاطمه خانم کلاس چندمی؟ اول. آفرین. منم یه خواهر دارم اونم کلاس اوله. اسمش جیران. این انصاف دیگه این عدالتته. میای تو روز عروسی آدم
که چیکار کنی؟ آه که منو نابود کنی، که عشقم ازم بگیری، که چی؟ من که بود کاری نداشتم، داشتم زندگی رو میکردم. وقتی فهمیدم اسمت رو اسم این دختر رو گذاشتم رفتم، که خدا نکرده چشمون تو چشم دیگه نرفته. یه عقل نرم از تو که به همه چی باش کردی، حالا به من رسیدی حق تو میخوایی در کدوم هم؟ این دختر سهم تو نیست، بانو منه دیگه. الان اسم من روشه، نمیذارم واسه، نمیذارم به خاطر یه عقل احمقانه و مسخره تا آخر هم مریض داری کنه. میفهمی؟ تو که سهلی بچه کوه هم باشه جلوش من میستم واسه دعا میکنم زنده نباشی، که اگه باشی خودم میکشم. خدایا به بزرگیت قسمت میدم پسرم و سالم به من برگرد. حجر، تو به چه حق جای من تصمیم گرفتی این سه ماه چیزی به من نگفتی؟ میگفتم که چی بشه؟ که چی بشه؟ مسئله به این مهمی، اگه امروز عقد کرده بودیم چی؟ هیچی، میرفتی سر خونه زندگی جدیده به همین سادگی. آره به همین سادگی. هنوز که اتفاق نیفتاده، تو هم شده مثل خاله؟ واسه فقط مفقود الاثر، میفهمی یعنی چی؟ مفقود الاثر یعنی شهید بی جسد. تو که انقدر علم غیب داری، بچه را چند ماه نشستی پای رادیو به پیام و سرا گوش میدی؟ همینجوری گفتم یه کاری کرده باشم. تو گفتی و منم باور کردم. به روح مامان بابا قسم بخور. تو چی میخوای من بهت بگم دختره؟ تو خواهرمی، دوستت دارم. به خدا قسم نمیخوام یه عمری مثل این افسانه اصلی یادای مثل من بشه. تو مگه چته؟ چیزیم نیست؟ این چیه پس؟ بچه ها میتونم بغل کنم؟ حجت، خدا شاهده اینقدر خاطرت برام عزیزه که اصلا یادم میره پات اینطوریه. حجت، تو جون مانلی از حسین خبر داری؟ صد دفعه مگه بهت نگفتم جون مانلی قسم نخور؟ ببخشید، خبر داری؟ و معلومه که نه، ولی نمیدونم مفقود الاثر جنگ که دو سال ازش خبری نشده باشه یا اسیری یا شهیدی یا معلول. من این سه ماه چیزی بهتون نگفتم که اتفاق امروز نیفته. حالا که عروسی رو به هم زدی، آبرونم تو ده رفت، دیگه بقیش اصلا مهم نیست. اما مطمئن باش از تهرانم دست از پا دراز‌تر برمیگردی میری سر خونه زندگی. با این فرقی دیگه زبون محمود و پدر مادرش تا ابد سرت درازه. اینو چیزیه که نمیفهمی. خیلی دلشون بخواد، دختر به این خوشگلی درس خونده. رجا از من میشنوی یا به دلت رجوع کن، به حرف مردم و اینجور چیزا هم اصلا فکر نکن. افسانه، تو واقعا پای حجت برات مسئله نیست؟ خب معلومه دیوانه، حجت شوهر منه، پدر بچمه، من دوستش دارم. اگه بدتر از این بود چی؟ بازم حاضر بودی اون باش زندگی کنی؟ نگران نباش، اون حسینی که من تو میشناسیم اینقدر تو رو دوست داره که حاضر نشه تو یه اون مریضداریشو بکنی. کسی چه میدونه؟ شاید تو این دو سال یه بلایی سرش اومده که روش نشده خودشو بهت نشون بده. واقعا؟ گفتم شاید. تو هم برو تهران این تردیدو از بین ببر. مطمئن باش هر دختری تو شرایط تو بود همین کارو میکرد. تون آشنا نیست؟ اولین باره میایین اینجا؟ بله. پسرتونه، برادرتونه یا دامادتون؟ کی؟ همین که اومدین اینجا دنبالش دیگه. آدم تا گم شده نداشته باشه که این طرف ها پیداش نمیشه. پسرم، مفقود الاثر. آه، اینم پسرتونه؟ خواهرزادم. سلام باشی مادر جان. سلامت باشی. اینم عروسم. آخ چه خوش قد و بالا، ماشالله چه خوشگه. صد خونه ها و بیمارستان ها رو سر زدیم؟ بله. هلال احمر چی؟ شاید اسیر شده باشه. اونجا هم رفتیم، اسمش توی لیست صلیب سرخ هم نبود. آها،
همسنگریاش هم سر زدیم. هر شب هم دارم این رادیو عراقو گوش میدم که شاید یک نفر این خبر سلامتیشو بده. ایشالله پیدا میشه، قصه نخور. خاله جان بایزد ما یه سر بریم این بر رجا. بایزد به سلامت، به خدا سپردم. اسمتون چیه؟ به من میگن ننه حسین. ننه حسین، قلب خودت چی میگه؟ هر شب خوابشو. ننه حسین، ایمان تو از دست نده. چند وقت ازش بیخبری؟ دو ساله. دو سال؟ من دو سال و نیم دنبال پسرم گشتم، همه جا رفتم، جبهه رفتم، میخواستم برم عراق. پیداش شد. پیداش کردی؟ آره. کجا؟ تو منطقه مریض شده بود، الانم سر و مرو گنده است. بهش گفتم محمد، آخه اسمش محمده، گفتم محمد مگر اینکه از رو نشه من رد بشی، شیرم و حلالت نمی کنم این دفعه اگه بری جبهه. نذاشتم بره. حالا که محمد آقا پیدا شده شما اینجا چی کار میکنی؟ خب بیان برای کمک مثل الان هر روز اسامه شهدای جدید آوردن. فکر میکنی اصلا بعد جنگ کسی از این بچه ها یاد میکنه؟ خب معلومه. چرا فکر میکنی که مردم اینا رو فراموش میکنن؟ بچه تو چقدر تلخ شدی؟ چه میدونم والا، دلم واسه مانلی تنگ شده. ببخشید شما بیای نه، من فردا برمیگردم دهها. تازه دیگه جایی هم نمونده بگم. ببین به حساب با بچم چی کار کردن. اخ براز بگم چی کار کردن. یه متر و نود قدش بس که بالیست بود. مستوازی مستوازی اخی بالیست دیدی در حالا فهمیدی مفقود الاثر یعنی چی؟ میام آقا میام، چند روز دیگه برمیگردم خونه. قرصای اعصابتو مرتب میخوری؟ بله بله میخورم. از رو جاینا چه خبر؟ آقا نمیدونم، من که بهتون گفتم اومدم سفر یه ذره حال هوام عوض بشه همین. یعنی باور کنم که به همین سادگی از اون دختر دست کشیدی؟ من تو رو بزرگت کردم پسر. آقا مامان چطوره؟ حرفو عوض نکن. ده چی میخوای بشنوی؟ ها؟ میخوای بگم گور بابای همه چی؟ تو این ده روز چند بار ازت پرسیدم اونجا داری چیکار میکنی؟ فقط تو رو به جون همون رو جا بهم دروغ نگو. دنبالشونم. که چیکار کنی؟ میخوام اگه خدای نکرده حسین زنده بود قبل از اونها پیداش کنم. که چی بشه؟ شما فکر کن میخوام باش حرف بزنم. آقا من تو تش واسدم، روژه مال منه، حق منه، حق من میخوام. ببخشید دنبال صاحب این عکس میگردم، میشناسینش؟ نمیشناسمش. دیروزم یه چند نفری اومده بودن اینجا، بهشون گفتم که معلولین ما مال 3 سال قبلن، ما معلول جدید نیاوردیم. ممنون. اینجا بغداد است. صدای ما رو از رادیو عراق میشنوید. اکنون توجه شما را به چند پیام از اوزرای ایرانی جلب. به نام خدا، من ناصر پژوهنده در تاریخ 10 اسفند 65 در منطقه کانال زوجی به دست برادران عراقی اسیر شدم و اکنون در اردوگاه موصل 4 هستم. همچنین عکس همسنگرم آقای حسین حسنی توسط مسئولین صلیب سرخ چند روز قبل به دست ما رسید. من هنگام اسارت زخمی شدن حسین را به چشم دیدم. Thank you.
ببخشید تو خدا این موقع شب من مزاحمتون شدم. نه این حرفا چیه؟ محمد خوابش سنگینه. عین حسین من. نه این بالا سرش توت پم در کنی بیدار نمیشه. از بچگیش همینجوری بود. دیدی بهت گفتم توکل تو به خدا از دست نده؟ پسرت خودش پیام داد؟ نه دوستش گفت خودش با چشای خودش دیده که زخمی شده. بعد یه دفعه این رادیوی خراب شد. یعنی پسرت زنده است تو عراق اسیره؟ خدای شکر. حالا چه کار میخوای بکنی؟ اومدم اینجا از تجربه شما استفاده کنم. شما کمکم کنی. چشم. حالا چایمونو بخوریم تا ببینیم چی میشه. قم میخوریم یا توت؟ من با توت میخورم. دست درد نکنی. سلام شهارزا. سلام. علیکم السلام. آقا آجا کلیدو نمیگیریم دیگه. مگه خاله تو اتاق نیست؟ چرا بودن نیم ساعت پیش داشتی بردن. داشتن میرفتن شماره تلفن یه خانومی به نام ساسانی رو من دادن گفتن حتما باهاشون تماس بگیرید. اونجا رفته چیکار؟ دست شما درد نکنه لطف کنید شماره‌شو بگیرید واسه کنید اتاق. ممنونم. تا وقتی نیومده بودم اینجا نمیدونستم جنگ یعنی چی. تو شمال حتی یه دونه آجر قرمزم نزدم. آه حالا کجای جنگو دیدی؟ بله. سلام خانم ساسانی. من روجام. سلام عروس خانم. یه دقیقه گوشی یه دقیقه گوشی. عروست خیلی مواظب باشی ها. ناامیدش کنی از دستت پریده. بگی. الو سلام خاله کجایی شما؟ راستش بذار اول یه خبر خوب بهت بدم. حسین زنده است تو عراق اسیره. زنده است؟ چی شده؟ حسین تو عراق اسیره. شما کجا فهمیدی؟ امشب از رادیو عراق شنیدم. خودش پیام داد؟ یکی از دوستاش. خودش؟ چرا گریه میکنی مادر جون؟ باید خوشحالی کنی. نه گریه خوشحالی خاله. روجا جون دخترم گوش بده ببین چی میگم. من میخوام برم عراق. برین عراق؟ ده عراق برای چی؟ برای چی؟ برای که دلم واسه بچم یه ذره شده. برای که دیگه طاقت ندارم. من اصلا نمیفهمم منظور شما چیه. بده من گوشی رو. الان خاله جان چی میگی شما؟ مگه عراق امامزاده عبدالله است؟ 1200 کیلومتر مرز بین ما جنگه. میگه چیکار کنم مادر؟ حالا که فهمیدم زنده است با این قلب مریضم بلندشم برم تو این ده منتظر بشم که معلوم نیست که این جنگ تموم میشه. نه دیگه طاقت ندارم. میخوام بسرم رو ببینم. روجا خانم عروسیشو به هم زد. الانم که فهمیده حسین آقا زنده است فکر میکنین چه کار میکنه؟ خانم ساسانی شما که خودتون منطقه رفتی میدونی اونجا چه خبره؟ این خانه من بنده خدا اصلا 10 سال از ده بیرون نیومده. شما دلواپس نباشی. من آدرس خونه خاله خدیجه رو بهش میدم تو دسپول. برسه اونجا همه چیز درست میشه. مگه میشه خانم ساسانی؟ اصلا این چه حرفی شما داری میزنی؟ چرا نمیشه؟ باید مادر باشی تا بفهمی من چی میگم. آقا حجت شنیدم یه دختر کوچولو داری. ایشالله خدا بهت ببخشه. ممنونم. چند وقت ندیدیش؟ 10 روز. اگه بهت بگن بچه‌تو بردن بالای کوه قاف دیگه هم نمیتونی ببینیش دست میذاری رو دست؟ بچه تو فقط چند ماهشه. حسین آقا 22 سالشه. تو 10 روزه ندیدیش. ننه حسین 2 ساله ندیده. بازم حقو بهش نمیدی؟ من دیگه حرفی ندارم. گوشی رو میدم به خالت. حجت جان دیگه دنبال من نگردی. برگردی سر خونه زندگیتون. این همه وقت از زن و بچه دست کشیدی. این حرفا چیه خاله جان؟ من نوکرتم عزیزی مادر جان. ولی به خدا داری اشتباه میکنی ها. تو رو تا همین جبهه خودمونم به خدا نمیذارم بری. دیگه عراق پیش کشه. میگی نه من میام دنبال دستم با هم بری. دیگه اصرار نکن. فقط به روجا بگو چند روز منتظر بمونه. اگر خبری نشود هر کاری دلش خواست بکنه. انشالله که خوشبخت بشه. خدا حافظ. الو خاله جان قد نکن یه لحظه. الو الو قد کرد. بفرما تحویل بگیر. قوز بالا قوز.
وسط جنگ خاله ما رو افتاد میخواد بره عراق. سه ما لبازه کردن به خاطر همینا. اگه حرفمو گوش میکردیم و عروسی رو به هم نمیزدی این اتفاقا نمیافتاد. وقت وقتی میفهمیدیم حسین زنده است که کار از کار گذشته بود. حالا کی گفته زنده است؟ یه اسیری یه جا پیغام داده که چه میدونم حسین دو سال پیش زخمی افتاده دست عراقی‌ها. برو بابا شما همتون قاطی کردین. بیا آقا رضا هم کشف پشت میزش هست. آقا آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا یه سلامی یه علیکی سکته کردم ناسلامتی یه خبر خوش از عراق براتون آوردم. خودمون میدونیم آقا جون. آقا رضا کجا رفته؟ آقا رضا آقا رضا حالا نمیخوای بدون خبر خوشم چیه؟ آقا جان خودتو لوس نکن گفتم میدونیم دیگه. از کجا میدونی؟ ها قدم ما بودا. اگه تشییع جنازه نداشتیم امروزا میشستم تو سوار قطار بشیم بعد میرفتم. ببخشید دیگه. این چه حرفیه میزنی؟ تا اینجاش هم خیلی زحمت دادم. من سرم درد میکنه واسه این زحمت ها. فقط یه چیزی یادت نره، غیر خاله خدیجه هیچکی نباید بفهمه شما چی کار میخوای بکنی وگه نبرت میگردونم. خیلی خوب مواظب خودت باش. من برم دیگه. خداحافظ. مادرها منتظرم. سلام. سلام علیکم. بفهمید. خسته نباشید. شما خانم ساسانی رو میشناسین؟ بله. آدرس چیزی ازشون دارین؟ فکر میکنم تو دفترمون باشه. اگه لطف کنین ممنون میشم. خواهش میکنم. به من مربوط نیست باهاش چیکار دارید. ولی بهتون بگم اون زن دیوونه است. یعنی چی؟ بنده خدا بعد از دو سال و نیم جنازه پسرش رو بردن دفن کردن. بعد نمیدونم یه مش استخون از کجا پیدا کرده و برده توی خونه تو رختخواب پهن کرده. به هر کس میرسه میگه پسرم برگشته. بنده خدا مگه آدرس رو نمیخوان؟ بفرمایید. شما باید 8 ماهت باشه نه؟ 7 و نیم. شما از کجا فهمیدید؟ من 20 سال قابلم. بله میدونم پسرم میزد. ببین هم از خوشگلی و دماغش پیداست هم از ویارش. کاش زودتر دیده بودیم اتون. یه خرج سونوگرافی جلو میافتاریم. سونوگرافی چیه؟ یه نوع عکس برداریه معلوم کنه بچه دختر یا پسر. تازه اومده. جلد از خال. سلام. سلام عروس خانوم بیا تو. خیلی ممنون. اگه بشه اومدیم دنبال ننه حسین. ماشالله چقدر دلم میخواستی عروس خوشگلی مثل تو داشتم. اللهم صل علی محمد آل محمد. بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو. پس کی میخوای ماجرا رو به روزه خانوم بگی؟ بذار ننه حسین بیاد یه دفعه به هر دوتاشون بگه. حالا شما امرتون رو بفرمایید. اگه فوشم نمیدی منم بلیط میخوام. امری هم ندارم. از شمال اومدم میخوام هم برم جبهه. اینجا هم هیچ کسو ندارم. اگرم بهم بلیط ندی همینجا روی صندلیا تا صبح میخوام. به قول خودت بس. چه لباسی میخوای بری مادر؟ میخوام برم یه دونه پسرمو ببینم. خیلی وقت ندارم. شما همین بشین ببینم چیکار میکنی. آقا ببخشی قطار جنوب رفته؟ نیم ساعت قبل رفت. آقا جون خداش برنش شو بیا این یه بلیط برای ساعت 9 امشبه. پس خاطر داد و بیداد امروز ما رو حلال کن. بلیطاتون لطفا.
سلام مادر، خوش اومدید. سلام مادر. بفرمایید. سه نفری. ایشون به جای دوستم سوار شدن. دوستتون خودش کجاست؟ رفیقمون جیم زد. مون پیش زن بچه‌ش. بگو شهید شد، خیال خودت راحت کن. اون زبلی که من می‌شناسم، بعید میدونم دیگه برگره تو این خاک و خاک. سربازای فراری ایام جنگ بد تا می‌کنن. بدتر از این روزایی که داریم. خسروان دانند. با اجازه. برید لطفاً. شما که اینقدر از جنگ بدتون میاد، برای چی اومدین جبهه؟ به میل خودم که نیومدم. واسه تاییدیه دانشگاه مجبور شدم که بیام. ببینید آقا، الان دیگه پشت سر هر کدوممون یه بهش سر و استخون خوابیده. شهید اونان. شهید اهالی روستای این که از 40 خانوارشون فقط همین یه بچه زنده مونده. همین الان رو صندلی نشستی که تا چند ساعت قبل داشت مجروح از جبهه برمیگردوند. شما میتونین هر اعتقادی داشته باشین. ولی خواهش میکنم با اسم شهید شوخی نکنی. دوست فراریتون یه شهید نیست. قصدش جسارت نداشتم. ببخشید. از آقا محمود خبر داری؟ مگه تو ده نیست؟ انگار دنبالتونه. دنبال ما؟ برای چی؟ نمیدونم، باباشم خیلی نگران بود. میگفت از سر قبر حسین عکسشو برداشته، پشت سر شما اومده تهران. که چیکار کنه؟ اونم نمیدونست. خبر دارین تو دوران سربازیش یه ماهی تو بیمارستان روانی بستری بوده؟ علت بستری شدنش هم میدونی؟ میخواسته فرماندهشو با تیر بزنه. در واقع تو اون یه ماه زندانیش کرده بود. ولی خوبه، خوب شده بود. انشالله، انشالله. یا الله. سلام. سلام. خیلی عذر میخوام. اگه اشکال نداره ما ساکمونو بردارید. بفرمایید. قطار چرا باید شده؟ این پل جلو رو زدن. بقیه رو باید با اتوبوس برید. شما هم اگه بتونین پیاده شین، ما وسایلتون رو میاریم. چرا وایسادی؟ خستم، خوابم میاد. خودت گرفتی خوابیدی، اصلا به فکر من نیستی. خب اگه میتونی خودت بیا بشین. کچل، آخه من با این پا میتونم؟ نه نمیتونی. پس مجبوریم تا صبح صبر کنیم. یه چرت بزنیم صبح شده. ببخشید روزه خانم. دست در نکن سعید جان. بفرمایید. نه شما مادر. ممنونم مادر. عزیزم بیا. همیشه فکر میکردم این جنگ چی داشت که حسین به خاطرش همه چیزو ول کردارم. حالا که شما ها رو میبینم، اینم جنگ چیزی نداره. بچه ها غیرت دارن. چند وقت پسرتون رو ندیدی؟ نزدیک دو ساله. دو سال؟ یعنی دو سالی بهش مرخصی ندادن؟ پسرم تو عراق اسیره. اسیره؟ پس شما اومدین اینجا چیکار؟ خواهم برم ببینم بهش. فکر میکنه دیوونه؟ نگاش کن، هنوز بچهش به دنیا نیومده. ببین مادر چه زجر کشید. بگو تو بوس وایسه. نگهدار آقای راننده، نگهدار. وایسه بچه، میگم وایسه. بچه ها پاشید، سر بیارشون پاشید. من برم یه زنگ بزنم بیام. رجا میدونه که تو این چند وقت ایران کلی اسیر عراقی رو یه طرف آزاد کرده ها؟ آره.
عراق هم مثل که همین کار داره میکنه. دیشب تو اخبار میگفت. البته عراق داره فقط اسیرای معلولش آزاد میکنه. چیزی شده آجا؟ والا راستشو بخوای صلیب سرخ قراره با یه هواپیما یه سری اسیر معلول بفرسته ایران. یه اسم حسین حسینی هم تو لیستشون هست. واقعا؟ البته هنوز معلوم نیستش که کس دیگه یه یا فامیلی حسینو اشتباه نوشتن. این مجید هم برای همین از شمال اومده. چرا زودتر به من نگفتی؟ چون خودم هم هنوز گیج بودم. حالا به خودم میترسیدم بهت بگم. به هر حال من میدونم تو این چند سال خیلی بهت فشار اومده. منم که همش بد اخلاقی کردم. الان باید چی کار کنم؟ هرچی تو بگی. الان مجید رفته زنگ بزنه ببینه کدوم شهر مرزیه. هر جا که باشه برای سر راهمونه. خدا کنه فقط حسین تو هواپیما باشه. اون وقت حداقل یه روز بسه قرنطینه نگهش میدارن. خاله هم که خب اصلا نمیذارن از دستفول جلوتر بره. دیگه هرچی تو بگی ما همون کار میکنیم. کار خدا رو میبینیم وسط این بر بیابون یه زن باردار که احتیاج به کمک داره از اون میذاره این قابله پیداش میشه کمکش کنه. هر کاری خودش بخواد میشه، هر کاری نخواد نمیشه. خاله پسر یا دختر؟ پسر عزیزم. اینکه اینقدر کچلوه هر کجا میبینیم پسره؟ میتونم بغلش کنم؟ بله چرا نمیتونی؟ تا آخر اون بچت قربونش برم کپی باباشه. شما درد نکنه خانم. داوود آوره اگه میره خط من عباس هم باید میه. اول آواره بابات دوم هم ماشون پر جنس بردش کنم سوم هم نه ماشون برسم دستول شرمنده تا. خیلی خوب با اجازه پس خدا حافظ. خدا نگهدار. با اجازه شما من و مهری تصمیم گرفتیم اسم بچه‌مون رو بذاریم حسین. مبارکه. اجازه ما هم دست شماست. ایشالله صاحب اسمش مواظبش باشه. آقا سعید. بله. میخواستم بابت زحمتای امروزتون ازتون تشکر کنم و بابت رفتار دیروزم عذرخواهی. اولیش که وظیفه‌ام بود. دومیش هم حق شما بود. شما همیشه اینجا این؟ تا حمله جدید نشده. پس امیدوارم تا مرخصی بعدی منم هیچ حمله‌ای نشه که بازم شما اینجا باشه. آقایون سریع‌تر بجنبین که دیرمون شد. پس فعلا خداحافظ. نه 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 واسه؟ بریم مادر جان. مقیقی بده بدم اون. خوبی بسید. سلام باشید. بریم میری نه نه واسه؟ با اجازت مادر جان. این نامه رو از طرف من بدیم به خاله خدیجه. من که نتونستم راضیتون کنم بمونی. شاید اون بتونه. حسین بسیجی ارتشی. بسیجی مادر جان. خب اگه اسم گردان و گرانشو بهم بدی میدونم بچه های مقه بیسی میزن دو ساعت دیگه پیشتونه. بذار اول ببرو خونه خاله خدیجه بعد. خب عزیزه باشه هرچی دوست داری. شیرینیش کمه خود شیرینیشو بیشتر کن. چشم. دست درد نکنم.
این فرزانه خانم شما ماشاءالله ماشاءالله چقدر خطش خوبه. کمالاتش یکی دوتا نیست که، باید ببینینش. در روش چطوره؟ مجرده که. بله مجرده. خدا رو شکر. میدونی ما سه تا پسر دارم، سه تاش عظمن، آرزو عروسیشون به دل آمونده. اینه میدونی؟ این علیه پسر وسطیه. خدا حفظش کنه. خدا همه جوانای حفظ بکنه. از خانم ساسانی برام بگو حالش چطوره؟ عالی، پسرش پیدا شده. دیگه از خدا چی میخواد؟ خودش بهت گفته که پسرش پیدا شده؟ آره. چطور مگه؟ هیچی. خب که گفتی میخوای بری او برای آب پسرت ببینی ها؟ اگه خدا بخواد، اگه شما کمک بکنی. میدونی چقدر خطرناکه؟ تو هم میخوای منو نصیحت کنی؟ استغفرالله، ما کی باشم؟ فقط دارم حقیقتیه بهت میگم، وگرنه خودم نگاه کن، تو این سن و سال خونه و زندگی من ول کردم اومدم اینجا که پیش بچه هام باشم. جوانایی که توی دنیای یک قرون دوزار جونشون، جون عزیزشون رو گذاشتن، او وقت مون تو با این قلبای سکته ای کمتر از اونا باشی. منم که دارم همینو میگم خازم. خواها، ولی کار تو فرق میکنه، حالا راجع بهش حرف میزنی. نه نه ها نه نه رضا بیسیم زد گفت داریم میریم پیشش، اگه نهار خوری سبزیه یه کاسه برای ما هم بیار. نه نه بره اونا زودتر کشیدم قربونت برم الهی. دست درد نه. بعد از نهار میخوام برم اردوگاه اسرای عراقی، پسر کوچیکم مسئول اونجا. میخوای با ما بیای؟ دیگه ممکنه من رای کن زودتر رو. حالا چند شب پیش ما بودیم طوری نمیشه. ساعت یک و نیمه، ما میگم چرا انقدر گشنمه. خانوما کار تعطیل، بفرمایید برای نهار. شما دوتا گفته با شما تا تلفن وصل نکردین از نهار خبری نیست. چشم. اینا کیه؟ اینا خانواده های اسرای عراقی هن. یعنی اینا اسیر هن؟ ها؟ مگه اجازه دارن اسرا رو ببینن؟ ایران اجازه میده، عراق که اجازه نمیده. تازه همه بدبخت هم اگه برگردن و بگیرنشون به جرم جاسوس جنگی اعدامشون میکنن. اووردمت اینجا که ببینی اسرا لاغل جانشون در امونه. جنگم که تموم بشه به سلامتی مثل پسرتون برمیگردن سر خونه زندگیشون. اگه صدام اجازه نمیده پس اینا چجوری اومدن؟ از طریق کشورهای دوست و همسایه. تا حالا میدونی چند نفرشون اومدن از طریق همین هوربیان کشته شدن؟ تونستی ببینیش؟ کردیم گفتن لااقل بعد تا فردا صبح تو قرنطینه بمونه. قیافش چه شکلی شده؟ خیلی مشخص نبود ولی موهاش سفید شده. ای عاشقیه دیگه. حلقه تو با خودت بردی؟ آره
پس مبارک خانم. منو بگو که یه فیلم برداری عروسی دیگه افتادن. شوخی نکن. فقط نمیدونم محمودو چیکار کنم. خیلی دلم براش میسوزه. نگران اون نباش. صحبت یه عمر زندگیه، شوخی که نیست. مگه یه بار بهش گفتی نه آسمون به زمین اومد. تو فعلا دلت فقط برای خودت بسوزه. همین. آه حجت. میخوای خودم برم ننه حسینو از دستور بیارم اینجا؟ نه بابا چه کاریه؟ خب با حسین میریم پیشش که بیشترم خوشحال بشی. تو عوض این کار پاشو برو تو ماشین بگی بخواه فردا تا شما رو بر رانده کنی. ببقید. نه بابا خسته نیستم با هم میریم. خدیجه، خاله خدیجه، باز خواب حسینم رو دیدم. تو رو به اون صاحب اسم قسمت میدم، جون اون سه تا بچه هات کمکم کن پسرم رو ببینم. خسته نباشی. سلام خاله. اوضاع خوبه؟ ای بد نیست. این برگ تردد علیرضا کو؟ رفته مرخصی؟ سر بریده هم بخیر او پشته. امروز نون حلوا آورد. نه پروردگار. برای دوستات هم بردار منه. دست شما درد نکنه. بچه های خط باجب ترم. خب خواهرام، از اینجا به بعدش باید پیاده بری. افتادی تو زحمت. تو با این قسمی که به هم دادی جون من به خیلی برات میذارم. اگرم دیدی هیچی بهت نمیگم میترسیدم مثل خانم ساسانی بشی. خانم ساسانی؟ حالا ولش کن، فقط اگه رفتی و بچه های خودی پیداد کردن و برد گرداندن بی پیش خدا. من یا با حسینم برمیگردم یا همینجا میمیرم. نمیدونم چی بگم. بگم خدایی نکرده. انشالله. برای همه چی ممنونم.
کاش جای ما اول میرفتیم دنبال ننه. خیلی نگرانشم. اگه دستور بره جلوتر چی؟ نه بابا خیالت راحت باشه. خودت هم میدونی که به این سادگی هم نیست. تازه این اتفاقا انقدر پشت سر هم افتاد که والله ما خودمونم گیج موندیم چیکار کنیم. تازه معلومم نبود تو این اسره هستی. اسمت اشتباه نوشته بودن. در واقع تقصیر منه. من گفتم اول بیایم سراغت. حالا خدا رو شکر که برگشتی. حالا رو پیدا میکنی. تو این دو سال خیلی به هم سخت گذشت. کلی حرف دارم باید بزنم. آره. هنوز علاقتو در نیاوردی؟ نه. حالا برات تعریف میکنم. تو چه کار کردی الان؟ تو این دو سال به جز یادت عزیز هر چیزی بود که داشتم. رانندگی تو بکن واقعا که خیلی بیگیرتی دستم این درس میترس شایده چی؟ بیشه نشدن قده بیرم شدی پس منو کشیم دیجا برای چی؟ من که از هر جا از هر جا میمونم به تو پناه میارم. شکایت تو رو به کی ببرم؟ کجا داره میره؟ چرا نرفتی مغل؟ اینجا منطقه جنگیه واسه زن قلقنه. زن؟ نه زن نه. بگو مادر. میدونی مادر یعنی چی؟ یعنی موجود ذلیلی که بچهش وصله یه جونشه. تمام جونشه. مثل مادر خودت. بازم قلقنه؟ تو فکر کردی من از گوله میترسم؟ نه. من از جونم سیرم. ما زنها چه گناهی کردیم که شما بچه ها رو به دنیا بیارید شیره جونمون رو بریزیم تو تنتون مثل یه نهال بزرگتون کنیم وقتی میوه دادنتون که رسید شب تا صبح صبح تا شب منتظرتون بمونیم یا یه عمر عزادارتون من آمد نفهم رو بزرگ میکردم نگه تو این بر رو بیابون دنبال جگر گوشتم بگردم خب جنگه تقصیر بچه ها چیه؟ اگه دو شرفت رو بودیم مقدر پسرتون رو میدیدین پسرم خودش نمیاد نمیتونه بیاد چرا؟ قهر کرده؟ دعواتون شده؟ کاش دعوام شده بود کاش یه بار سرم داد زده بود کاش خاطر بد ازش داشتم که اینقدر بیقرارش نبودم شونتون زخمی شده خب اینکه چیزی نیست زخم اصلی اینجاست اینجا بیا خودم میبرمت پیشش
فوقش توبیخ هم میکنن دیگه. فدای دلتون. یا به دستورتون بزنه سوارشو بریم. رفتیم مقام میدم پانسمان کنه زخمتونه. ببریم. ببخشای که سرت داد زدم. اتفاقا کیفم کردم. یه نفر تو دنیا اینقدر منم دوست داشته باشه جنو مرش میدم. همه مادر و بچه هاشون رو همینقدر دوست دارم. ما اصلا ننه من ندیدم. وقت تو دنیا آمدم سر بزار رفت. خدا رحمتش کن. از بچه که بهم گفتن سر بخور. حالشم که شرم آواره. انشالله که خودت سلامت باشه. عباس آقا سلام ننه حسین. سلام. خسته نباشی. خسته نباشی. سلام ننه حسین. سلام سعید آقا. سلام مادر. سلام مادر. سلام مادر. خیلی خوش اومدین. ممنونم. احتیاجی نبود زحمت بکشین تا اینجا تشریف بیارین. نشونی پسرتونو میدادین. میگفتم تا شب نشده بچه ها بیارنش خدمتت. حالا یه دفعه ما بیاییم بچه ها رو ببینیم. اشکالی داره. والا چه عرض کنم. چیه بایستدین تماشا میکنیم؟ برین سر کاراتون، بفرمونه تشریف بیارید. راستیه، نگفتم آهاش رزا پسر خاله خدیجه خودمون ها. شما پسر خاله خدیجه هستی، زنده باشین انشاءالله. بفرمونه. داوود جان جونم آخه نمیدونی اینجا منطقه خطره؟ یه زن بعدش چی آوردی اینجا؟ زخمی بود، بعد توی بیامون ولش میکرد. خب آخه برای ما مسئولیت داره. یه سنگر خالی کن. خب. ننه حسین امشب استراحت کنه. فردا باید برش گردنی ما. گرد عقب؟ بس پسرشی؟ فعلا هیچی نپرس. برای چی؟ هیچی نپرس. بعدشون برای توضیح میدم. واسه ببینم. نکنه پسرشی شده باشه. نه الحمدلله. آه خدا رو شکر. ببین. آه. چیزی بهش نگی ها. چرا؟ قسم خورده اگه برش گردنی بلای سر خودش میاره. ای بابا پا چرا برش گردنی عقب؟ نمیدونم. نمیدونم. یه عاشقی تو برام پختی دیگه. بفرمایید بفرمایید. در کلبه ما رونق اگر نیست یه ننه خوب هست. خیلی خوش اومدید. کلبه فقران، آشپزخونهش اوپن اوپنه، یه کتابخونه، اتاق مطالعه با یه پنجره رو به دره که فعلا به خاطر ترکش مسدودش کردیم شهربنده ایم. همون دو قدم اونورتره. اینم حال پذیرایشه. اینم اتاق خواب. در بس مال شما چطوره؟ نترس. محکم مثل بتون. به زحمت افتادی مادر جون. ننه که زحمت نی. رحمته. ما تو عمرم اولین باره که احساس میکنم مادر دارم. پیشمه.
برو مرا وسال پانسمان بیارم ها؟ مادر جون جونم یه نخ سوزنم بیارم رو چشم یا الله سلام 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 مادر سلام مادر جون این روسری رو برای مادرمون گرفته بودیم قبول کنیم خوشحال میشه ممنونم ما قدیمی ها اعتقاد داریم کادوی روسری شگون نداره من باید یه پولی به شما بدم هر جور میلتون شما دوتا چرا با هم اومدین مادرتون دلتنگتون نمیشه چرا ولی خب تنها بشیم دارم واسه همدیگه تنگ میشه شام هم اومد میاریم خدمتتون شامتون چی هست؟ سه شنبه ساچم پلو با خورما اگه وسیله داشته باشین میتونم براتون غذای خونگی درست کنم اینجا هرچی داریم فقط کنسرو کنسرو داریم فقط این آب هور مگه ماهی نداره؟ همه پولکاشو خوب بگیرین ها چشم خیالتون راحت این کله و دومش هم بندازین دور چشم دفعه اولمون نیست قبلا تو خونم به مادرمون کمک میکردیم پس باید خیلی دلش براتون تنگ شده باشه ترشی خونگی هم داریم دست درد نکنه پسرم بریز توی یه کاسه واسه شب چشم خسته نباشی سلامت باشی بچه کجایی مادر جون بچه شهر کرد زنده باشی انشالله سلامت باشی چند وقت اینجا هستی؟ 11 ماهی میشه این که داره میسوزه مادر جون اونورش کن اینا باید خوب بپزن کفشاتون هم واکسن هم زحمت کشیدی اون وظیفه همون بود داود داود آوره ها مدی ما یه پاکا کوکا چیکار داری؟ یه دقیقه بیام خیلی خوب کار دارم بگو چیکار داری؟ تو میدونی من اصلا اینجا چیکار میکنه؟ خب معلومه اومده پسرش پیدا کنه نه بچهش اسیره میخواد بره عرق بچهش ببینه آره 2 ساله که اسیره شما کار دارن از آشنایی ننه حسین هن سلام خوش آمدیم بفرمایین به 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 تبارک الله تو باید فرزان خانم باشی ها نه من روجام عروس ننه حسین روجان دلبند پسرش حق داشت بند خدا
اگه منم جای او بودم این همه راه میومدم که عروسی مثل تو نه از دست دادم. بفرمایید. خیلی ممنون. اگه بشه فقط اومدیم ننه حسین رو ببینیم. بفرمایید بفرمایید. الان میام خدمتتون. دست درد نکنه. ببرش اونجا. بفهم اینا چیه؟ به به دست شما درد نکنه. میگم این اطلاعات داوود آواره به درتون خورد؟ عالی بود. تونستیم ضربه خوبی به دشمن وارد کنیم. والحمدلله. ببخشید اگه خوشمزه نشده. میخواستم شمالی درست کنم نشد. نه آب لیمو داشتیم، نه آب ناره. دست شما درد نکنه. خیلی وقته که غذای خونگی نخوردیم. نوشه جان. ننه حسین، نگاه ما ارتش و سپاه و بسیج به کنار. من مطمئنم یه روزی صدام از لشکر مادرهایی مثل شما شکست میخوره. اگه به قول شما من سرباز این لشکرم، مادر خودت، خاله خدیجه سرهنگ. این لشکر سرباز نداره. مادر. همین اسمش درجهشه. یعنی کلهم همه ارتش بودن. بفرمایید. خودتونم بفرمایید. غذا سرد میشه. بفرمایید. تیغاشو براتون گرفتم. بفرمایید. دست درد نکنه مادر جان. روزی آقا داوود و سعید کجا؟ نمیدونم. شاید رفتن ماموریت. سنگر فرماندهی کجاست؟ همینجاست. فرزند خانم. برگشتنی هم من تا یه مسیری باهاتون میام. به نظرم آشناست. مطمئنی داریم میریم طرف عراق؟ ببینین ننه حسین، اومدن شما تا همینجا به نظر من این معجزه بود. یعنی داری منو بر میگردونی؟ وایسا همینجا، وایسا ببینم، وایسا به تو میگم، وایسا. سلام سه جان. سلام. چطوری؟ چی شده؟ هیچی.
بنوسیم بخواهی مرکبتون آماده است. باش چی کار داری؟ میخوام ببرمش اون برا. اون برا؟ دیوونه شدی آقا داوود؟ ما آقا داوود نیستا، به ما میگن داوود آواره. میدونی چرا؟ چون دو روز او برا با سه روزی بر، نه بسیجی هم نه ارتشی، ولی با هم هم هستم چون ایرانی هم. ای او رو مثل کف دستم میشناسم، توش بزرگ شدم. قبل از جنگ از او بر جنس میموردم، حالم کارم همینه. او بر کلی فامیل دارم. دیشب رفتم سراغ به سرم من، او بر حور منتظرمونه. خدا خیرت بده. ببین داوود، تو فقط میتونی برای خودت تصمیم بگیری، من نمیذارم ننازم با تو بیاد. تو دیگه چی نگو، واسه ببینم تو طرفمونی طرف فرزان خانم. اگه حالا اینجا به خاطر رفیق جونجون عباسی که منو آتشی کرده، کلاته دستش درد نکنه، چون باشه بفهم ننم چشه چی تو دلشه. خیلی نوکرتم، تا آخر خطم باید هستم. اون ترسی که نه از چی بترسم؟ اگه و خدای نکرده این دفعه یه اتفاقی بیفته چی؟ خدا نکرده که خودت گفتی. شما فهم کن اگه برش گردنه آروم میشینه؟ آروم میشینه؟ نه نه نمیشینه، باز برمیگرده. این مادری که تا اینجا اومده جسارت ها ببخشید، حتی از منم آورتره. میدونم همتون برای محبت کردن به من به درد سر افتادید، من ازتون معذرت میخوام، ممنونم، ولی با آقا داوود میرم. امروز خیلی آقا شدیم با برامه کلا. چه خبر؟ چه عجله؟ ننه حسین کجا؟ ننه حسین؟ آه برگشت کجا؟ دسپور. دسپور؟ از تو برگردیم، ما همینجا منتظر میمونیم. منتظر نشید، معلومه تا کی برگردیم. قایق گشتیش میده بی پدرها دستوردار نیستن. شما نگران نباش، ننه حسین چند دقیقه اینجا قایم شیم، مرمی رو سری کوچه آب میدم میام. دانشگاه چه رشته میخوان شرکت کنم؟ اگه رشته دندون پزشکی، البته پارسال قبول شدم ها، ولی برای تحقیق اومدم پیش یکی از همسایه همون که چند سالی با بابام قهره. دینی از کدوم آدم هاست؟ از اینه که ته استخانه داغ میکنن میزن رو پیشونیشون که پینه ببنده که مثلا بگن خیلی نماز کنی. هیچی دیگه، نامرد خلاصه حسابی پنبه ما رو زد. عجب، پس بس همینه که از جنگ اینقدر دلگیری؟ بودم، ولی حالا دیگه نیست.
تو کی هستی؟ لدگولی افن خی افن شرطه بعثی هنک قربونه زبونت برم که زبون قرآنه. من نمیفهمم تو چی میگی، تو اینجا چی کار میکنی؟ انا عراقی. عراقی هستی؟ عراقی ابنی پسر پسرت پسر ابنی ابنی اصیر شوفی اصیر ابنی سار تو اصیر شده اصیر شوفی پسر منم عزیز دو ساله دو سال دلم سرش ترک شده اشکت هنو اشکت هنو فکر رو نگیرنی ها بعد عمری الا انت اللي حالي استهیه حاز سبت عمل وصخ ایسه تو ما که نخود چین دنیا تقوز پسنه از نخور بزرگی چک کنم يوتيوب العافيه مشكوره بابا سعید میگه نیم ساعت رفته ما زود حرکت کنیم بهشون میرسیم و شرطی میذارم بری که منم باهات بیام با من بیای بوجه جان چه منطقه جنگیه اون بر عراقه کجا با من بیای همجا جان کنه خطر میگه یه بار در عمرم بهت جسارت کردم داری تلافی میکنی منو تا اینجا کشوندی برای این میخوای امتحانم کنی چند دفعه باش این دفعه هم راضیم به رضای تو تو رو میبرم پیش پسرت پیش ابنت ایران میبرمت ایران تاخذنی یم ابنی ابنت ابنت آره انت آره میبرمت پیش پسرت تو حالا خلیش خواهیم چه غلطی میکنی ها؟ نه نه بایش این آشناف دم کنی دکون اقان دیگه دکون اقان تو میدونی داری مانا چی کار میکنی ها؟ ها؟ میدونم داداش میدونم وقتی روژه موضوع رو برای من تعریف کرد آرزو داشتم کاش تو همون بیمار رسانه عرق میمردم ببخشی میخوای بزنی بزن خدا شاید من راحت نمیشم
میخوای بزنی اول منو بزن. خواهش شو